بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان گرامی. محمد باقر حسینی هستم. ما در این قسمت از مجموع آموزش‌های خود کورسی را آغاز کردیم به زبان وب که از جمله HTML CSS هست و در ادامه جاوا اسکریپت. بیدل ما امروز روزی اول کورس ماست. بعد یک اساس خاطر از HTML و CSS برایتان معرفی میکنیم. این دوره ما دوره اختصاصی است برای کسایی که واقعا علاقه به زبان‌های HTML و CSS داره و استعدادشون داره میتونه که پیش ببره. ما این کورس همراه یک پروژه پیش میبریم، یعنی از اول درس خود ما پروژه را سر دست میگیریم و تا آخر همون یک پروژه است که صنف ما وقتی خلاص شوه، یعنی HTML و CSS تمام بشه، شما یک دانه وبسایت کدای HTML نوشته کردین، CSS استایلش دادین و جاوا اسکریپت هم همین رقم. در ادامه از ما روی از همین پروژه کار میکنیم که یعنی این دوره را که شما تمام کردین یک دانه سایت داشته باشین که آماده آپلود کردن باشه. خب ما یک سلاید را آماده کردیم فقط برای اساسات است، برای معرفی HTML و CSS است که از کجا شروع میشه، چه رقم است، چه رقم نیست. ببینین یک وبسایت خودش یک وبسایت است. از اون قسمت اون وبسایت نیاز داره در بروزر که مرقم شما در سلاید مشاهده میکنین. کانتنت ایداست که مو زبان HTML ماست که داخل از او کد نویسی میکنیم و استایلینگ رولز است که CSS استایل میدیم برای HTML خود و UI لوجیک یعنی یوزر اینترفیس لوجیک است که همون جاوا اسکریپت ماست. خب ما HTML خودش مخفف هایپر تکست مارکاپ لنگویج است که برای لینک دادن صفحه استفاده میشه و محتوای داخل بادی ما داخلش میایه یا داخل صفحه وب ما محتوایش ما با HTML نوشته میکنیم. خب HTML تنهایی خود برای صفحات وب اصلا جالب نیست. بعد هم که شما وقتی پروژه ما کار میکنیم مشاهده میکنیم که HTML در تنهایی خود اصلا این رقم برایتان گفته میتونیم که قابل استفاده نیست که در زبان CSS کنارش بیایه باز قابل خوانش میشه، بسیار جالب میشه. خب تکای HTML در این صورت است که اینجا شما مشاهده کنین تکسری آمده، این تک خودش باز شده، اینجا بسته شده. داخل کدهای HTML ای که شما یک تگ را باز میکنین بسته میکنین به این شکل، علامت کوچکتر بزرگتر میذارین داخلش، کدهایی که از قبل داخل لایبرری هست اونا رو نوشته میکنین و وقتی تگ بسته میکنین یک اکسلش برش اضافه میکنین. شما ببینین اینجا رو کالمز گرفته، برای خود مشخصه گرفته، مشخصش قیمت گرفته و اینجا تقریبا شما دقیقا اگه ببینین اینجا ما فالو می نوشته کردیم، یعنی ما را تعقیب کنین. در اصل خب بیشتر پروگرام نویسا برنامه اول خود هلو ورد نوشته میکنن. خب هلو ورد بسیار تکراری شده، از اون خاطر ما نوشته کردیم فالو می. خب یک ساختار خود صفحه HTML همی است، بسیار ساده و کوتاه. شما اینه میره که داخل نوتپد نوشته کنین برنامه نوتپد و ذخیره کنین با هر نامی با پسوند .html. اگر ذخیره کنین میبینین که وقتی بازش میکنین در بروزر باز میشه و یک صفحه از HTML دارین. شما دکتایی به نوشته میکنین به خاطر ای که بروزر را بشناسه که کدام زبان است. HTML نوشته میکنیم، تگش شما اگر مشاهده کنیم HTML اینجا نوشته کردیم، اینجا آمدیم تگش دوباره بسته کردیم. ای از ای HTML تا ای HTML در بین از ای خود صفحه ای ویبی ماست.
اگر هید نوشته کنین هید معلومات در مورد هید ماست داخل ازی میایه. اگر بادی ایجا باز کنین داخل معلومات بادی ما داخل ازی میایه. دقیقا نیر بریتان گفتم میتونم که این مواردی که ما ایجا نوشته کردیم اینا ضروری است در یک صفحه وب. تو این قسمت در زمان HTML اگر شما کدام سوال داشته باشین در قسمت نظریات میتونین سوال خود مطرح کنین، ما در خدمت هستیم، حتما به زودترین فرصت جواب شما را میدیم. بخش استایل CSS شما ببینین CSS مخفف کسکیدینگ استایل از شیت. خب CSS کلن در قسمت استایل دهی صفحات استفاده میشه که واقعا کارهای بسیار عالی داره. بیشتر هم رقم که گفتم HTML بدون CSS هیچ هست و همیالا میگم که CSS اگر نباشه HTML قابل خواندن در صفحات ویب نیست. بله، یک ساختار ساده از CSS هست که ببینین اینجا وقتی فایل CSS، خب باز ما داخل پروژه بیشتر توضیح میدیم، اینجا خلاصش هست. داخل CSS فایل CSS یا نام تگ خود ایجا ذکر میکنیم یا کلاسی را که برای تک خود دادیم یا آیدی برای تک خود دادیم اینا را ایجا ذکر میکنیم هر کدامش که باشه و کارلی براکت اینا را کارلی براکت میگن باز میکنیم بسته میکنیم و داخل ازی تمام اتریبیوت ها یا مشخص هایی که برای تک خود در نظر گرفتیم نوشته میکنیم. خب خیر، ببینین فقط امروز جلسه اول بود، ما خود معرفی کنیم بریتون، ما را تعقیب کنین، سابسکرایب کنین، برای دوستان خود ما را معرفی کنین. اگر کدام سوالی، پیشنهادی، درخواستی، انتقادی دارین با ما شریک بسازین، حتما ما حضورترین فرصت رسیدگی میکنیم. ما هفته 3 جلسه درس داریم و شما ما را تعقیب کنین و وقتی که شما ما را تعقیب کنین مطمئن باشین که ضرر نمیکنین و ختمی از دوره حتما یک وبسایت روی دست خود دارین. خدا یارو مددگارتان.